با تجربه که دوران ترامپ داشتیم، افزایش فشارها به ایران از نظر تحریم، که این روند رو آقای جو بایدن هم ادامه داد، یعنی تحریم رو نه تنها کم نکرد، اضافه کرد. فکر میکنی این تحریم ها کارایی لازم رو دارن در برای؟ بله، همینطور که گفتید دولت آقای بایدن برعکس این که خیلی ها میگن، نه تنها فشار حداکثری ترامپ رو ادامه داد که یک فشار اقتصادی بیشتر در حوزه اقتصادی بود، بلکه خب دموکرات ها این هنر رو دارن که عملا اروپایی ها رو همراه خودشون میکنن معمولا و لابی های قدرت و ثروت و رسانه های جریان اصلی دنیا رو همراه خودشون میکنن. لذا یک فشار همه جانبه پروپاگاندای عجیبی روی در واقع مردم ایران به وجود میارن، هرچند که نتونستن روسیه و چین رو این دور همراه کنن مثل زمان اوباما، و این هم دلایل مختلف داره. یکی حالا اختلافاتی است که بین جامعه جهانی و اون 5 عضو دائم شورای امنیت داره میفته، قدرت خود آمریکا در خاورمیانه و قدرت آمریکا از نظر به عنوان هژمون بین‌المللی نزولی هست، نمیگیم قدرتش از بین رفته اما نزولی هست، و چین و روسیه در واقع قدرتشون داره بیشتر میشه و درگیری‌های قدرت‌های جهانی هم داره بیشتر میشه. لذا اون اتحادی که قبلا در سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل بر ضد ایران بود، الان وجود خارجی نداره. اما در مورد تحریما که گفتید، ببینید تجربه روسیه هم در این یک سال اخیر، میدونید الان روسیه چند برابر ایران روش تحریمه بعد از جنگ اوکراین، ولی چون روسیه از قبل فکر کرده بود در 2014 تا 2015 که بحران کرمه پیش اومد، برنامه ریزی کرده بود، چه از نظر ساختار اقتصادی، چه از نظر منابع بانک مرکزی، چه از نظر ارتباطاتی که با جامعه بیرون و جامعه جهانی داشت، خودش آماده کرده بود برای اینکه بتونه در مقابل موج تحریمی غرب مقاومت بیشتری داشته باشه. هرچند که من نمی‌خوام بگم ایران جایگاهش با روسیه یکی هست، خب ما می‌دونیم که روسیه بالاخره در واقع یکی از 5 عضو دائم شورای امنیت هست، یکی از قدرت‌های برتر جهانی هست، از نظر نفت و گاز دستش خیلی بالاتر هست، صادرات گاز به اروپا داشته، اهرم‌های فشار بالاتری داشته، در این حال از نظر جغرافیا و مساحت سرزمینی بسیار گسترده هست، هم مرز چین هست که میتونه ارتباط مستقیم با چین داشته باشه، و همینطور از نظر بحث غذایی یک امنیت غذایی پایداری داره. لذا خیلی از اون المانهایی که برای مقاومتش در یک جنگ طولانی مدت هست رو روسیه داره که ما یا نداریم یا ایجاد نکردیم. اما باید بگم که تحریم ها وقتی کارساز هستن که شما از نظر اقتصادی تو ساختارهای اقتصادیتون دچار مشکل باشید، حالا بجز بحث رانت و تبعیض و بی‌عدالتی اجتماعی اینها، شما برنامه‌ریزی هم نداشته باشید، شما ندونید که از نظر اقتصادی چه ویژگی دارید، در یک جنگ تمام عیار هستید و باید چه کارهایی انجام بدید. من اعتقادم این هست که متأسفانه با عملکردی هم که از دولت‌های رئیسی دیدیم، هرچند که در دور زدن تحریم‌ها و در پر کردن دست ایران، یعنی ایجاد اهرم‌های فشار، کار دولت‌های رئیسی از کار دولت‌های روحانی بسیار بالاتر و بسیار قوی‌تر بود. در دولت‌های روحانی اصلا خیلی اعتقاد به این که ما باید تحریم‌ها رو دور بزنیم یا اهرم فشار درست کنیم و نداشتن، کارت بازی، کارت استراتژیک درست کردن اصلا اعتقادش هم نداشتن، ولی اون چیزی که در نهایت فشار میاره به مردم و نشون میده که صرفاً دور زدن تحریم‌ها و صرفاً پر کردن دست با کارت با اهرم‌های فشار نمیتونه جوابگو باشه، اصلاحات جامع ساختاری اقتصادی در شؤون مختلف کشور هستش، و تا وقتی که این اتفاق نیفته تحریم ضربه میزنه، هرچند که این ضربه پذیری ممکنه کم باشه. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شرایط الان ایران با توجه به فروش نفت، با توجه به اینکه دلار و ارز حتی برمیگرده به کشور، یعنی ارز کشور کم نیست، توجه بکنید این نکته مهمی برای بینندگان محترم، ارز در کشور و ارائه از عرضه ارز در کشور، دلار، یورو، اینها کم نیست که باعث شده قیمت بره بالا. اینکه قیمت ارز میره بالا در کشور به عوامل دیگه ای ربط داره، حالا بجز مشکلات ساختاری که در کشور هست، این بحثای پروپاگاندا و این بحثایی که اخیرا هم اتفاق افتاده و ناامنی اقتصادی و ناامنی ذهنی مردم هم وجود داره، اما بازم اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت و دولت. اگر واقعا میتونستن این اصلاحات رو ایجاد کنن، من به نظر میسید تحریم کارهای خودش رو کاملا از دست داده بود، ولی خب اونطور که داریم میبینیم بالاخره تحریم تأثیر داره. باید بدونیم که قدرت اقتصادی آمریکا همچنان در دنیا با اختلاف بالاترین هستش، هرچند که در طی 20 سال اخیر قدرت اقتصادی آمریکا مرتب کم شده، شیب نزولی داشته، و قدرت اقتصادی چین شیب سعودی داشته، ولی همچنان این اختلاف
بسیار بالایی هست از نظر کمک‌های فایننس، کمک‌های مالی، ارتباطات دو جانبه. ولی بازم میگم ما در دور زدن تحریم‌ها شرایط بهتری داریم، ما در پر کردن دستمون و اهرم‌های فشار برای مذاکره پایاپای وضعیت بهتری داریم، اما متأسفانه در داخل به خاطر مشکلات اقتصادی که ربطی به تحریم نداره، بحث بانک‌ها، بحث بیمه‌ها، بحث مسائل مختلفی در توزیع ثروت، توزیع درآمد، قیمت‌گذاری ارز و مسائل مختلف هست، خب تحریم دقیقاً میره میشینه رو این زخم‌ها. یعنی این زخم‌های اقتصادی هست که همش داخلیه، همش مربوط به اوکراینی خوب هست، در واقع تحریم میره میشینه رو اونها و اونجاست که باعث میشه که تولید در واقع فساد و تولید مشکل برای کشور و مردم عزیز کشورمون بکنه.